سلام بچه، اصلا ویو خوبی نداره که بخوام نشون بدم. من با یک ویو رود و کلی قایق اومدم، ولی مثل اینکه اشتباه زدم. من تو تختم. آره بچه، ما الان بیدار شدیم. ساعت هم شارژ نداره. من یه ساعت بیدارم، بقیه تازه بیدارم. من از همه تو زودتر بیدار شدم. من با آلارم هشت دارم تو تخت جنگ میکنم بکنم. آره الان ساعت ولی 9:55 دقیقه است. پا شدیم. الان ساعت 9:55 دقیقه است. یکم بیش تازه پا شدیم، آماده شدیم، داریم میریم صبحانه بخوریم، بعدش هم احتمالاً می‌خوایم بریم توی شهر رو بگردیم. کپی رایت می‌خورم، می‌خوای نخون انقدر مثل خواننده. ببینیم. آره. همین دیگه. حالا بریم ببینیم چی میشه. ساعت 11:30 ما داریم راه میافتیم بریم به سمت مرکز ونیز. شما رو خوب خودم ببرم. بچه ها ما یکم متمایز رفتار نمی کنیم و یکم آزدتر دارن دیگه. ونیز رو میرن که متمایز رفتار کنند. ولی این جوری که من پوشیدم احساس میکنم من درست نیست. چرا؟ چون سردم میشه. چرا آقه؟ چرا قرمز بزن دکمه؟ رسیدی بنیز. برو، what are you talking about, man? خب الان تازه از قطار پیاده شدیم و بذارین بهتون نشون بدم که از در ترمینال که میایین بیرون، یعنی ایستگاه، با چه منظره ای روبرو میشین. خب الان از پل اومدیم این طرف رودخونه، اومدیم تو این کوچه. حالا فعلا بریم جلوتر، اینجا ها که خبر نیست. بچه این ماسکای مال ونیز خیلی دیگه اینا معروف قطعاً میدونیم. بعد امروز هم 12 آره 12 فوریه تو آب که نمیخوای بری احیانا دادی. حس میکنم
کل ویدیو هم داری راجع پالتون صحبت میکنی. ولی چه حس خوبی است که توی ساختمون باشی و هر روز پنجره رو باز میکنی یه روزی، حالا هر چقدر کوچیک جلو خونه‌ش میبینی. امروز هم هوا افتاد خیلی خوبه. داشتم با دوربین پلی نکرده هست. خودمون تنگه. ولی دیشب خوابیدیم و ساعت حدود 9 ساعت 9 بیدار شدیم، ولی با این حال خدا رو شکر سرحالم. قشنگ واسه کجا خریدی؟ اوه خیلی زیباست. اینا که قشنگ فرضی دارن. این از ناپونی خریدم. چطوره؟ فلاورن نه. مارکش رو به اون اولیو میگی. شما کتتون رو بهمون در میون بذار بیاندی کنن. لینکش رو زیر میذارم اگه خواستیم بخریم. بکشش بالا، بکشش بالا. من میخوام بکشم پایین. حالا اینی که میبینین اینجا انقدر با شخصیت شده، دیشب به شما میدیدین. الان اومده تو ونیز خودش رو گاز بگیره. الان اومده تو ونیز خودش رو گم کرد. خودش رو گم کرد. با انرژی افتاد. جمع کن. دوربین رو من نگیرید. واقعا باید دیشب پول باور بازی ایران و استرالیا هم گاز می‌گرفت. خب دیگه فرصت رفت داشتم باش چه بود. پشما بچو ببین پاتیناش. بچا طبق پشمای علیرضا. اینجا پاتیناش. اینجا اسم میدونش چیه؟ وای بچه ها، من امروز 3 ساعت حرف میزنم و میبینم نگرفتم ریکوردو نزدم. اینجا دوباره پس میگم بهتون، اینجا یکی از میدونای معروف ونیز، اسمش سن پاولوه. دور اطرافش رستوران و کافه داره، این طرفش یه پاتیناژ داره و اینکه اون طرفش هم یه دونه از این اسبا داره که میچرخه بالا پایین میشه. و اینکه اینو میخواستم بگم که من شانس آوردم، یعنی واقعا خوب شد. قبل از اینکه بیام آب و هوا رو نگاه کرده بودم، دیدم ابریه و خیلی کلا ناراحت شدم. گفتم خب حیف، من چون عاشق آفتاب و هوای آفتابیم و کلا عکس و ویدیو با همه چی خوب قشنگتر میشه، آدم خودش پر انرژی تره. ولی خب دیگه چون گرفته بودیم کاری نمیشد کرد. ولی الان که اومدیم اینجا هوا آفتاب خیلی خوبه و ملایمه، یعنی بهاره است، هوا نه سرد نه گرمه، واقعا اصلا خیلی حس خوبی داره. یعنی من هر شهری میرم میگم اینجا واقعا خیلی خوبه، خیلی حس خوبی داره. دستم درد گرفت، با این دستم گرفتم گوشیو. آره داشتم میگفتم من هر شهری میرم میگم خیلی اینجا خوبه، ولی واقعا همشون خوبن. یعنی ورونا دیروز فوق‌العاده بود، اینم که با اینکه تازه رسیدیم خیلی خوبه، شهر زنده است، سرحال. آفتاب هم خودش حس آدم بهتر میکنه، کلن که خیلی داره به خوش میگذره و حس میکنم که واجب شد از این به بعد بیشتر تو ایتالیا بیام مسافرت. واقعا خیلی تاثیر داره تو مود آدم، مخصوصا بعد اینکه برگشتم باید امتحان بدم کلی. آره همون که شنیدین، اینجا یه کلیسای سن مارینو، یکی از کلیساهای معروف ونیزه. خب حالا این دفعه کلیسا رو به باد میاد با من و دمای خیلی هم بزرگه. من با اینکه این هم اومدم و ازش فاصله دارم، بازم کلش رو دوربین جا نمیشه. خیلی کلیسای بزرگیه. بعد از این طرف هم روبروش پره، از این طرف هم روبروش پره رستوران. خیلی چیزی که اینجا برام جالب بود و به چشمم اومد، مغازه های چی میگن، سوغاتی فروشی، یعنی حالت چیزای کوچیک و ریز و یادگاری که مخصوص خود ونیزه خیلی زیاده. مثلا تو ورونا یا حتی تو خود ناپولی هم با اینکه تک و توک پیدا میشه، ولی یه چیزی که
مخصوص فقط اون شهر باشه و تعدادش این همه تو شهر زیاد باشه واقعا نیست، ولی اینجا خیلی زیاد. راستی بچه الان یکی از دوستام یه چیزی گفت، گفتم در صدم ثانیه، این رو من به فکر فالوور هم سابسکرایبر هم گفتم در صدم ثانیه چیز نگاه نکنی. یا بهتون بگم مارکو پولو سفراشو که شروع کرد، اولین جایی که بود و سفر رو از اونجا شروع کرد کجا بود فکر میکنین؟ از ونیز شروع کرد و اینو من تازه فهمیدم. گفتم این اطلاعات رو هم در اختیار شما بذارم، حالا تا اطلاعات بعدی بازم میام. بچه بین این همه کوچه های ونیز الان باید از این کوچه رد شیم چون میخوایم یه میدون دیگه ای بریم. این که میبینیم علیرضا خب سرش جوانه میشون میخواد بره اون تو عکس بگیره، من میخوام اینجا وایسم. برو نه تو برو شیری هایی بازه ره کوچه شون نگاه خود بابا نور نداره اصلا. چرا روی اصلا خوشگل نمیشون. نگاه خود چقدر کوچه شون کوچیک و درنگ و باری کرده. خیلی وای شب میگه ویت من که فقط اینجا آی سلام همان کوچه تنگه بله همین بس. Hello, 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 how you doing? How's everybody doing? How's stuff? He's my friend from... He's my friend from Ireland, yes, exactly, that's where I'm from. Seems good, doesn't it? Yeah, it does. Yeah, bro, you got this. No, I don't want this. I hear you anything to add? Huh? Ali Potter, do you want to say anything? Ali Potter. And another friend, like he is half Canadian, half Iranian. You have lots of multinationalities friends. Yeah. Like he is half Lurish. 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 Irish. Not Lurish. Oh, Lurish. Yeah. Yes. Lurish. Lurish. And yes, you know. But I'm like is the center of I heard there's been a lot of rumors around Gasaros about what? Italian post Italian kisses keep them with the pan post Italian club nada with the pan no with the pen no و خیلی از این بالا ویو برای حالا عکس و فیلم خیلی قشنگ میشه. الان از بالای بالا البته هنوز دارم میرم بالا، بالاش یه ذره شلوغه. ایرپاد فکر کنم وصل نیست به این، حس میکنم صدام شاید یه ذره کم بیاد. حالا دارم میرم بالای بالای پول، براتون از اون طرف هم ویدیو میگیرم. بچه اینجا میدون سن مارکو یه ونیز، یه میدون خیلی معروف و بزرگشه که همه میان اینجا کلی عکس میگیرن. میبینین دیگه این اطراف هم پر رستورانه و شلوغه. خب بچه ها الان اومدیم سوار، اسمش گندولا بود. آره اومدیم سوار گندولا شدیم، داریم
و از کوچه های ولی میدونی من خیلی حس خوبی داشتم، حس کم خیلی باحال، البته باحال که اصلا خیلی ترسناکه چون چپ و راست میشه، من همش حس اینو دارم که هر لحظه ممکنه بیفتم و دارم میفتم، ولی خب خیلی فان و باحاله. اومدیم ما چند تا از بچه‌ها سوار شدیم همین دیگه فعلا. بچه فقط تو رو خدا ببین چقدر خوشگله، خیلی خوبه. این که ما سوار شدیم قایق چیزشه، چوبیشه، ولی خب چیزای موتوری و اینا هم دارن، مثلا تاکسی هاشون و قطارشون اینا همه شون اینجوریه. خیلی خیلی کلن حالا من بگم من خیلی لباس کم پوشیدم، یه دونه این پالتو و عملاً اینه که هیچی نیست، یعنی واقعا هیچی نیست، انقدرم سردمه، آفتاب رفته، بعد سردمه، کامل یادم رفت که ولاگ بگیرم، کامل نمیدونم چه چیزایی گرفتم چه چیزایی نگرفتم، امیدوارم که چیز خاصی و دست نداده باشم، بعید میدونم. ولی حالا الان تو کوچه پس کوچه های ونیز داریم میکردیم، میخواییم بریم هم پولی که بهتون نشون دادم دوباره، چون یه سر بچه یکی ندیدن هنوز، داریم میریم که اونو ببینن و اینکه همین دیگه، بعدش هم احتمالا یه چیزی بخوریم، اصلا نشون از صبح چیزی بخورم و The plan. Yeah. Plan is to get party. Yeah. For my hat on. To four and got this. And I'm cold. No one cares. I care. آره و اینکه همین دیگه فعلا، حالا بریم ببینیم. So how's Benny? داریم برمیگردیم سوار قطار شیم که از این قسمت ونیز بریم بیرون، برگردیم اون سمت بریم هتل. الان اومدیم فقط توی مغازه سوغاتی فروشی سر راه، گفتم حالا تا اینجا این توشو بهتون نشون بدم، چیزاش بامزه است، جالبه. زیادی داریم 18 دقیقه پیاده روی داریم.